خانم آقایان درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تا آخر این ویدیو با ما باشید، تکرار میکنم، تاکید میکنم، تا آخر این ویدیو با ما باشید، نگاه کنید و بیاموزید هر آنچه را که نیاموختید و ایمان بیارید. شما چند چیز رو میگم ببینید، آیا میدونید چیه؟ زیست عفیفانه میدونید چیه؟ نه. شما آقای زنور رو میشناسید؟ نه. شما میشناسید؟ اوکی. شما آقای محمودوند رو میشناسید؟ شما جناب آقای رضا سقطی رو میشناسید؟ شاید بگید که اینقدر نگو رضا سقطی یا مثلا ویلکم فرا. نه نه نه، خوب گوشات باز کن. یه روزی ممکنه در دام رضا سقطی ها بیفتی. بنابراین با ما باش. اول از زیست عفیفانه، عفیفانه زندگی به سبک سبک و سیاق شیوه رضا سقطی براتون میگیم، یعنی خودش میاد میگه. ببینید این آدم چقدر شیوا صحبت میکنه، چقدر مؤدبه، چقدر اصلا زیست عفیفانه داره. خانوادش هم همینطوری بودن، همسر بزرگوارش، بچه‌هاش، زیست عفیفانه. و بعدن میپردازیم به مسائل دیگه. خانم آقایان، این شما و این زیست عفیفانه رضا سقطی. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان هم در حاشیه این مراسم گفت: باور ما و اعتقاد ما این هستش که مسئله حجاب و تقویت زیست عفیفانه بایستی توسط خود مردم هم راهبری بشه و هم مدیریت و پشتیبانی و ارتقا داده بشه. از این حیث کانون‌های فرهنگی هنری ما به عنوان عملیاتی ترین بستر فعالیت های فرهنگی هنری در مساجد یک مأموریتی بهشون محول شد. این که بیان با رویکرد فرهنگ و هنر در راستای ارتقاء سطح زیست عفیفانه در محلات و تقویت عفاف حجاب با فعالیت های فرهنگی هنری این رویداد و این فرایند رو پیش ببرن. در پایان این مراسم به 100 نفر از فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گیلان حکم دبیر قرارگاه فرهنگی عفاف و حجاب محل محور اهدا شد. بله خانم آقایان، همونطور که دیدید جناب آقای رضا سقطی می‌فرمایند که زیست عفیفانه در کانون‌های پرورشی فکری، کانون‌های فرهنگی بایستی عملیاتی بشه. ایشون ریز داشت اشاره میکرد، شما متوجه نشدی، مشکل اون نیست، مشکل ما نیست. ایشون گفت که زیست عفیفانه بایستی عملیاتی بشه در کانونهای فرهنگی. خب ایشون عملیات کرد، ایشون یک فقره عملیات در یکی از کانونهای فرهنگی داشت و زیست عفیفانه بود، عفتش رو حفظ کرده بود. ولی به هر حال 4 نفری که اونجا دوربین گذاشته بودن نتونستن عفت ایشون رو، یعنی نذاشتن که ایشون بر تقدیر اون چرا که هست حفظ بکنه. در زمینه حجاب ایشون در اون خونه، در اون لحظه ای که داشت جورابش رو میپوشید یه چیزی آویزون بود و حجابش رعایت نشده بود، اون تمام ارزش های انقلابی جمهوری اسلامیه، همونی که آویزون بود. نخنده آقا. بله به این میگن زیست عفیفانه. حالا یک سری براش دومه دسته درست کردن. یک نماینده مجلسی هم اومد اعتراض کرد که با برخورد شدید آقای زنور بریم یه فیلم ببینیم، با دقت این فیلم رو ببینیم، برگردیم دوستان. واضح این جریان اداره کل ارشاد در گیلان این اوج مصیبته. ما همین دیروز
عزیزان همکاران، همین دیروز ما سوئد و عذرخواهی میکنم، خیلی مهمه در موافقت با لایحه صحبت. این دقیقاً همین بحث امنیت کشور دیگه، بحث لایحه امنیتی انتظامیه. امنیت با قرقیزستان، نه امنیت در گیلان. خب کل مطلب رو من تو 10 ثانیه بگم. ما همین دیروز بحث سوئد رو محکوم کردیم. اصل توهین به قرآن توی همین گیلان رخ داده. چرا نباید عزیزان همکاران روی موضوع واقعا حساسیت داشته باشیم؟ ما الان هیچ پاسخی برای بچه مذهبی ها نداریم، برای حزب اللهی ها نداریم. به خاطر خدا توی موضوع واقعا ورود کنید، ورود کنید، تذکر بدید. آقای محمود، آقای رئیس جمهور عزیز، به خاطر خدا اصلا نه برای آبروی جمهوری اسلامی، برای آبروی خودت هم که شده، بگو وزیر محترم ارشاد یه استعفا بنویس برو. آقای محمود، موضوع ما بسه مشکلی پیش میاد، همکاری های نظامی و امنیتی با قرقیزستان. آقای محمود، این دیگه درد دل، این دیگه درد دل. الان ما اینجا بر درد دل جمع نشدیم، انشالله بعد از جلسه تشکیل پشت درد دل. آقای وزیر ارشاد، خودت استعفا بده برو. تو این ایام محرم کسی که مسئول حجاب و عفاف بوده چرا باید بیاد این جنایت رو انجام بده؟ آقای محمود بند، چرا داری داد و بیداد میکنی؟ آقای محمود بند، امنیت در قرقیزستان مهمه، امنیت در گیلان مهم نیست که فلان. آقای زرنور خودش آقای سقطی رو کرد جا به جا کرد، دیگه به چه زبانی بگه؟ دیگه به چه زبانی بگه؟ تو میگی میخوام درد دل کنم، آقای زنور بعد از جلسه شما رو میبره پشت پرده. دیدی که خودش گفت با شما درد دل میکنه، با شما درد دل میکنه. انقدر داد نکن، مهم نیست کنکونی، مهم نیست قرقیزستان، امنیتش مهمه. امروز مردم ما معیشتشون مهم نیست، مهم اینه که مسئولین همه را کردن، باید مسئولین همه را بکنن. قرقیزستان مهمه، به کی بگم؟ ای خدا اگه من بگم اسیرم، همه میگن به کی داری می آخون زنور بود به آقای محمود بن گفت درد دل داری؟ بعد از جلسه تو رو میبرم پشت پرده، با تو درد دل میکنم. قرقیزستان امنیتش مهمه، درباره لایحه صحبت بکن. تو چیکار داری مرد کی کیو کرد؟ بلش کن، بلش کن. مملکت تو بگی من بگی فرقی نداره. بله دوستان عزیز، همونطوری که دیدیم و شنیدیم هیچ مهم نیست، اصلا مهم نیست. این فاجعه به این بزرگی اصلا مهم نیست. من کار نهارم، در تمام دنیا هست ولی واعظان نیستند. اینا خودشون اعلام کردن، خودشون گفتن که آقا ما این کاره ایم، اصلا پرچم دارن، فلان دارن، ثبت شده است، فلان اون دولت ها قبول کردن. آقای زنور، آخوند زنور دیدی چی گفت؟ گفت که امنیت در قرقیزستان مهمه، امنیت در گیلان مهم نیست. آخوندهای جنایتکار و زنازاده و کفتار صفتان بی وجود که ایرانی نیستن، اصلا امنیت ایران و ایرانی براش مهم نیست، امنیت در قرقیزستان مهمه. دوستان عزیز، بله الان آقای زنور دیگه چند نفره کرد، من خیلی بیپرده دارم صحبت میکنم، معلوم نیست، خداوند عالم میدونه. ان الله یحب ما صابرین، اونهایی رو که آقای زنور و زنورها کردن همه از صبر کنندگان هم صبر میکنن. من فکر
نمیکنم یه دونه آدم سالمی که پلوم باشه تو سیستم جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. همه پلوم ها بازه، همه پلوم بازه، پلوم دستی ریز میزنن پلوم میکنن. زن مردی که رفته تو دادگاه گفته آقا من حالت تناسبی شوهر منو دیدم این همونه خودشه. زیج معلوم نیست باز شکار کردن، فکر کنم رفته خارج. دیگه از مرده که زنش رفته گفته برای یه حالت تناسبی شوهر منه دیگه، من جا به جا میگنه فکر نکنم زنش جا به جا بکنه، اینقدر دیگه بیرون جا به جا میکرد دیگه. زیست عفیفانه اینه، زیست عفیفانه به سبک و سیاق اسلامی. نماینده مجلس ناراحت بود که تو سوئد مثلا ما چرا گیر میدیم تو سوئد قرآن سوزوندن و فلان، دیگه نمیدونه که بابا در کتاب آسمانی آمده اصلا. خمینی مگه نگفت مگه لای پای بچه بذاری اصلا مشکلی نیست اگه به نیت حوث نباشه؟ یا خمینی گفته بود که زنده یاد فریدون فرخزاد گفت، خمینی گفت اگر زلزله آمده، اگر زلزله آمده، اگر از خانه توا ریخته از طبقه دوم، اگر فردی در خانه خراب شده و فردی افتاده به طبقه اول و روی عمه خودش و آن عمه در دوچاره، آن عمه دوچاره حاملگی شده، آن بچه حلاله. این خمینی گفته دیگه. خود این از خمینی از کجا گفته؟ خمینی از کتاب آسمانی گفته دیگه. خمینی بوده آره، نایب برحق امام زمان. هرچه الان نایب برحق امام زمان خایمنیه. خانم آقایان مواظب خودتون باشید، مواظب خودتون باشید. داغانی ما بوره، داغان یعنی داغانی ما، داغان. بعضی از شما میگین چرا شابسنگ صدا، من شابسنگ صدا میزنم بخوره وسط در وسط این تمام این بساط عمر تعطیل بکنه. بقول مهدی فلاحتی، بقول مهدی فلاحتی تو دوربین نگاه میکنه میگه شب و روزگار خوش. شابسنگ دیه بیا بخور بس زمینم نخوردی ولی بیا بخور. بس زمین داغانیم، داغان یعنی داغان تر از ما دیگه نیست، داغانیم، داغان داغان.